امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه میگوید که درباره برگزاری نشست آینده دوحه دیدگاه مثبت دارد، اما تعیین نماینده ویژه برای افغانستان را یک راه حل بی‌نیاز میداند. آقای متقی همچنان گفته که به جای میکانیزم های جدید لازم است که از طریق میکانیزم های دو جانبه موجود درباره تمام مسائل مرتبط با افغانستان با حکومت سرپرست گفتگو شود. امیرخان متقی این مسئله را در دیدار با سفیر ژاپن در کابل بیان کرده و افزوده که با افزایش سطح درک کشورهای منطقه از امارت اسلامی تعاملات افزایش یافته. وزارت خارجه به نقل سفیر ژاپن نگاشته که او شرکت نماینده امارت اسلامی در نشست آینده دوحه را مهم میخواند و افزوده که تعیین نماینده ویژه بدون موافقت حکومت سرپرست واقع بینانه نیست. در همین مورد بیشتر صحبت میکنم با مهمانان من آقایان عبدالجمیل شیرانی، آگاه سیاسی که در استودیوی سوم تلونیوز حضور یافتند، و محمد صابر صادقی، آگاه سیاسی همچنان که از طریق خط اسکایپ وصل شدند. مهمانان گرامی، درود بر شما، خوش آمدین به برنامه. آقای شیرانی، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، صحبت های آخر آقای متقی را چگونه یافتین؟ پس از ارائه راهکار پیشنهادی سنرلی اوغلو هم مشابه به امین موضع‌گیری و امین صحبت‌ها از آدرس امارت اسلامی صحبت‌های بیرون شد، پیشبینی یا پیشنهاد اوغلو را گفتند که ازش استقبال میکنند، اما در پیوند به گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان ایراد داشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. تاست خورجان او دا استاس درود ملمت او دا تلونیز لطریق طولو مسلمان و مجاهد ولسته آف دا افغانستان دا ولایتونو سلزپولو تا چی پا دا وسنه هفته که دوی سخت و مشکلات و ستونزو سر مخامخ شد دا خصوصا دا بغلان خلق غیت تسلیت ولنده کام و خدای وقت شهیدانو تا جنت فردوس نصیب سی او حقا کسان چی پا دا که پات پدی او دا غیت صبر جمیل او دا غوی تا دا آیندش از ون خواسته کام دا لا پاکرم. رازو دیده چی در افغانستان در اسلامی امارت در بحرانوی چارو وزیر محترم متکی صاحب در ژاپن در سپیر سر پلیدنه که در دوحه غنده تا خوشبینی سرگنده کرده، اولی در غنده تا پرش نظر گوری و باید در غنده که در افغانستان در اسلامی امارت استازه هم گردون وکری تر سو وکولشی در افغانستان و در نرهی ترمز هغه مشکلات استونزی چی پا نویو میکانیزمین و جوری که باید نه پا دو زلو میکانیزم باید کار وشی، یعنی هم در افغانستان اسلامی امارت و هم در نره چی کم میکانیزونت دوی ترمز موجودی پاقی باید بحث بسید. نو دا یو شخ خبره ده او در ژاپن سپیر هم در اسلامی امارت سخت ده غشته نکرده چی تاسی در دوحه پا غنده که باید گردون وکه استاسی گردون شرطه. نو بل خبره داده چی در اسلامی امارت استازی یا وزیر صاحب خارجه در خبره هم کرده چی در دوحه پا غنده که چکم در افغانستان در پاره پا زنگری استازی بانده بحث که گی یا در غیر در تاکنی در پاره کار که گی در یو شکار نده ایزکه چی در افغانستان اسلامی امارت یو پلواک آزاد ملک دی و یو برلاس حکومت لری پر طول جغرافیه با نحاکم دی. نو دستی اگه ده اغا حکومتونو ده پار از تازی تاکل ضرور وی چه اغا ضعیب حکومتونه وی اغل تستونز یا مشکلات وی او بیا هم که چیری از تازی تاکل کی گی ده اغا ملک ده حکومت پا خوش و ده حکومت سر مشوره که ولو باندی تاکل کی نو پا هم دی خواب تر باندی اسلامی امارت ده دوهی غنده تا خوشبینیم سرگنده کردی خدا یا وجهتی چلته دست تازه تاکل دیده دی در پاره یه خوشبونی نده سرگنده کرد، یعنی ویلسی در کار ضروری نده چه در افغانستان در پاره استازه و تاکل شد. ممنونتان. آقای صادقی، شما صحبت های آقای شیرانی را شنیدین. دقیقا مسائل که از آدرس امارت اسلامی و مقام های ارشد امارت اسلامی بیرون داده میشه را یک بار دیگر تکرار کردن. دیدگاه شما چی است؟ تلاش های کشورهای جهان مخصوصا سازمان ملل حداقل در امین چند ماه برای ای که امارت اسلامی موافقت بکنه با تعیین نماینده ویژه چقدر بی نتیجه بوده با توجه به صحبت های تازه آقای متقی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما میهمانان نهایت عزیز در برنامه و تمام ملت مظلوم و بیچاره افغانستان. سپاس و درود بر روان پاک شهدای افغانستان. اجازه بدین که از فرصت استفاده بکنم یک عرض تسلیت خدمت تمام کسایی که اعضای خانواده های خود در این جو آخر
در سیلاب ها خصوصا بغلان از دست دادن، عرض تسلیت داشته باشند. خداوند برای شهدا جنت فردوس و برای زخمی ها شفای عاجل نصیب بکنه و از تمام جهان ملت غیور افغانستان، عزیزان دوستانی که در خارج هستند، یک تقاضا من حیث اولادشان برادرشان دارم که این مصیبت بزرگی که امروز دامنگیر ملت ما شده نظارگر نباشند، در حد توان خود سهم ایمانی و وجدانی خود را ادا بکنند. بله ممنونتان. میام خواستم سوال شما که ببینین وقتی که دنیا، وقتی که منصوبین امارت اسلامی و طالبا از جهان توقعاتی دارد، جهان هم توقعات خود دارد. بیاین یک واقعیت من حیث یک اصل، من حیث یک مسلمان بپذیریم که ما افغانستان، ملت ما، مردم ما، حکومت امروز نمیتونه که بدون روابط با دنیا این ارتباطات بالمثل با دنیا و با خود افغانستان، با مردم افغانستان کنار نبیاین. امکان پذیر نیست که ما به زندگی عادی که دنیا امروز تقریم میکنه با پیش بریم. اگر امارت اسلامی، منصوبین طالبان تقاضات دارن، دنیا هم توقع و تقاضات خود دارن. تا جایی که ما با منافع ملی کشور ما و با دین مقدس اسلام ما در تضاد نباشه، ما مجبور مکلف هستیم با دنیا کنار بیم. وقتی که تو حرف دنیا را نپذیری، وقتی که تو حرف جهان را نشنوی، این یک چیز عادی است که دنیا هم با تو تمکین نمیکنه، حرف تو را نمیشنوه و تو را آنچنانیه که لازم است تعویل نمیگیره. آقای صادقی، امین مجبوریت که شما یاد میکنین، روابط دو طرفه است، تمکین هم باید دو طرفه باشه و تا وقتی که کوتاه نیاید یک طرف تعامل شکل نمیگیره، مجبوریت را شما یاد کردین که امارت اسلامی هم مجبور است که یک سر چیزها را بپذیره. چرا امین درک نمیشه تلاش هایی که صورت میگیره بی نتیجه باقی میمانه؟ هر دو طرف بر موازه خودشان تاکید دارن و استادگی هم میکنن. ما والا متاسف هستم، اما یک چیز به جرأت برای شما میگم، برای طالبان میگم، برای دنیا میگم که به لحاظ خدا در طول تاریخ هر کاری که صورت گرفته تاوان از اینمی ملت مظلوم بیچاره که امروز در افغانستان نان و صبح شام ندارن، اینها پرداخت کردن. ببینید دنیا چی میخواه از ما؟ دنیا و یا در داخل افغانستان ملتت، مردمت از افغانستان 3 سال متوادی است که از شما میخواه که درب مکاتب به لحاظ خدا باز کن، ولی متاسفانه درب مکاتب باز نمیشه. این قابل قبول نیست، نه برای افغانیت قابل قبول است، نه برای دنیا قابل قبول است، نه برای جهان قابل قبول است. وقتی که تو یک امر اسلامی شرعی که ملت تا میخواه، مردم تا میخواه، دنیا میخواه، به او تمکین نمیکنی و انتظار داری که دنیا به تمکین بکنه، این غیر معقول است. وقتی که میگم دانشگاه باز شود و این یک حکم شرعی، حکم الهی است، ما تو به این خواست ندی، تن ندی، بالاخره باز تو از دنیا میخوای که نماینده، تا وقتی که اول خود نماینده لازم نیست، باز اگر تو را میخوای بعد دو من نقش داشته باشم، دو ما مهر تایید بگذارم، خود دنیا هم از تو میخوای که وقتی که تو این تقاضا را از ما داری، ما هم تقاضای بالمثل از شما دارم. ما میگم کسایی که طرفدار جنگ است، کسایی که طرفدار بدبختی است، کسایی که طرفدار عزیز که باز هم افغانستان یک بار دیگر لامای آتش صورت بگیره و در اونجا جنگ صورت بگیره، اینها نه افغان هستند، نه مسلمان هستند، نه از افغانستان هستند، ولی پیشنهادات معقول، پیشنهادات شرعی، پیشنهادات اسلامی از طرف کشورهای غیر اسلامی و اسلامی صورت میگیره، ما باید به او تمکین بکنیم، احترام بگذاریم و او را در حرف نه در عمل پیاده بکنیم. سپاس ممنونم. و تا زمانی که به تمکین نکنیم و فکر نمیکنیم که به جایی برسیم و یا ای افغانستان و ای مردم ما از بحران موجود نجات پیدا بکنه. ممنونتون، با شما برمیگردیم. آقای شیرانی، صحبت ها را شنیدین. آقای صادقی میگه که افغانستان نیاز داره که جهان با او تعامل بکنه. گماشتن نماینده ویژه دخالت در بحث شرعیت، احکام شرعی و این موارد هم نداره و باید پذیرفته شوه. این از صحبت های آقای صادقی. چرا این مسئله اینقدر برای امارت اسلامی بزرگ شده و قابل پذیرش نیست؟ نماینده ویژه را چرا نمیخواین که در افغانستان گماشته شود؟ دلیل چی است؟ گوریم ما مخی دیتا اشاره و کچی در
هغه د یو استازي ټاکل په هغه وختونو کې وي چې هغلته حکومتونه په داخل کې ستونزې ولري، مشکلات ولري، امنیتي هلته عملا جګړه روانه وي، یعنی د حکومت سره یې دغه خلکو چې هغه په جغرافیه باندې حاکم وي هغه ستونزې ولري، دغې سره دولت راسدګي ونه لري، نو بیا دغه خاص استازي ځانګړي استازي ته اشدي ضرورت وي، هم د هغه دولت په مشوره باندې چې هغه حاکم وي. نو اوس دلته په افغانستان کې لیلا الهام چې دوی ځانګړي استازي څه ضرورت دی چې کله یو در صورت کې افغانستان هنوز روابطش با جهان در حاله ازبهام است، در بسیاری از موارد اختلافات عمیق میان امارت اسلامی دیدگاهش با جامعه جهانی و حتی کشورهای اسلامی وجود داره. راهکارم پیشنهاد شده برای عبور افغانستان از وضعیت کنونی، راهکار پیشنهادی آقای سنرلی اوغلو، از سوی امارت اسلامی هم استقبال شده. چرا برای تعیین تکلیف کردن و برطرف کردن مشکلات موجود و گذار از وضعیت کنونی پا پیش نمیشه و حداقل یک موردی که شاید باب میل امارت اسلامی هم نیست از سویشان پذیرفته نمیشه؟ زه فکر کوم چې دا ښه خبره خو همدا وه چې دوی باید اسلامی اماره سره تعامل کړی، او اسلامی امارت هم بعضی موارد چې هغه د اسلامي اصولو سره په ټکر کې نه وي، د افغان کلتور سره په ټکر کې نه وي، هغې ته یې شین چراغ بل کړی او هغې ته ګذشت کړی. دواړو طرفونو ټولې نړۍ اسلامي نړۍ او ټولې نړۍ او خصوصا د افغانستان سره ګاونډي هېوادونه همداسې د سیمې هېوادونه او خپله د افغانستان اسلامي امارت باید د ګذشت څخه کار واخلي او د ډیپلوماسۍ لاره غوره کړي تر څو دغه ځانګړي استازي ته ضرورت پیدا نه سي. کله چې د افغانستان نماینده په نړیوالو کانفرنسونو کې یا په غونډو کې موجود وي نو هلته بیا د نړۍ دپاره دغه مجال نه پیدا کېږي چې هلته د یو ځانګړی استازی وټاکل سي. میایم بحث میکنیم این که نشست برگزار میشه، امارت اسلامی حضور پیدا خواهد کرد یا نکرد. بحث مهم تعیین نماینده است. میدانیم که نشست دوم دوحه دقیقا برای قناعت دادن امارت اسلامی بر امین مسئله برگزار شده بود که نماینده از امارت اسلامی حضور پیدا نکرد. کشورهایی که لابی میکنن ظاهرا در سازمان ملل برای امارت اسلامی مثل روسیه، پاکستان، چین گفتند که در صورت که امارت اسلامی موافقت نداشته باشه با تعیین نماینده، ای را حل نمیتونه که به گونه شاید و بایدش عملی شوه. خو هم ده خبر و چې په تیره غونډه کې چې په دوحه کې جوړه شوه، په هغې غونډه کې هم لومړی داسې څرګندونې وې چې باید اسلامي امارت استازي هلته ګډون وکړي، په آخرې 90 دقیقه کې بیا هغه تغییر شو په دې باندې چې هلته دوی یو سمبولیک شکل هلته درلوده، د دوی څخه نه پوښتنه کېدله، نه د دوی څخه دلته د یو نماینده یا د یو حکومت د استازي په توګه څخه ورته پوښتنه کېده، نو هلته به د یو سمبولیک شکل ناست و. نو دوی دا ښه وپتیله چې نه، تر څو چې د افغانستان اسلامي امارت بغیر له شرطونو نه، بغیر له هغه مشروطو کارونو څخه چې نړۍ غواړي په افغانستان باندې ولګوي، باید اسلامي امارت استازي هلته ګډون وکړي او هغلته د خپلو حقایقو څخه دفاع وکړي، او نړیوالو ته هم دا قناعت ورکړي چې په افغانستان کې کوم څرګندونې کېږي، یا د افغانستان په هکله کومې څرګندونې کېږي، یا د افغانستان کوم انځور چې نړۍ ته بد انځور شوی دی، نو په دې باندې باید قناعت وکړي نړۍ چې دا موجوده. نو په دې خطر هم داور هم که چیرې د اسلامي نودار د خوشبینی دغه ده چې په تېره غونډه کې استازي ګډون ونه درلوده، هغه غونډه هم بېنتیجې پای ته ورسېده. نو که داور به اما پیش از رسیدن این کنفرانس که برگزار شوه و نماینده های کشورهای مختلف جهان، سازمان ملل و این طرف امارت اسلامی حضور پیدا بکنند، چقدر مهم است که حداقل در مسئله اختلافی مثل تعیین نماینده به نتیجه برسند، پس از او وارد نشست شوند که این نشست هم باز بی‌نتیجه باقی نمانه و حداقل یک دستاورد و برایند در افغانستان داشته باشه؟ آشا خبرم دغه ده چې دوی اسلامی امارت سره تفاهم ته ورسیږي، نړیوال او ملګری ملتونه تفاهم ته ورسیږي. ګوره تاسو فکر وکړئ چې د جاپان سفیر هم دا خبره په ډاګه وکړه سره څرګند شي په دې حالاتو کې چې د یو ملک لپاره ځانګړی استازی ټاکل کېږي باید اسلامي امارت سره مشوره وشي. نو که چیرې د افغانستان د اسلامي امارت په مشوره دغه استازی وټاکل شي بیا د رای حل ورته پیدا کېږي. که چیرې
چیرې دوی د افغانستان اسلامي امارت سره دوی مشوره ونی کی او په خپل سر باندې بیا هم لغه خود گزارې او څخه کار واخلي یا د زور څخه کار واخلي او نو بیا به هم دغه استازي ټاکل ناممکن وي ځکه چې په امنیت په شورا کې دغه دوه غړي چې دي لکه چین او روسیا دوی په بل وار کې ممتنع رایه ورکړه دا ور به هم داسې ممتنع رایه ورکوي نو په همدې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې بیا د استازي وټاکل شي نو د حل لارې همدا ده ښه لاره همدا ده چې تر څو د اسلامي امارت سره مستقیما په تفاهم کې سي که د ځانګړي استازي په ټاکلو باندې تفاهم هم کړي دغه د اسلامي امارت په مشوره وسوي که چیرې بغیر له مشورې کېږي دا به بیا هم داسې وي لکه تېر ځل غونډه بې نتیجې به وي او هېڅ ملموسه نتیجه به لاسته رانه وړي. ممنونتان. آقای صادقی، میدانیم که خواست ها تکراری شده ظاهرن و موضیگیری ها همچنان سخت تر از گذشته. چی باید شود؟ چرا به نتیجه نمی رسیم؟ کشورها چی نقش دارند در صورت که یک نقشه راه در روی میز قرار داره؟ امارت اسلامی هم توافق داره، سازمان ملل هم همکاری میکنه، اما روی یک مسئله اختلافی که دو طرف هنوز به نتیجه نرسیده، نقش کشورهای جهان مخصوصا همسایه های افغانستان چی است؟ چی باید بکنن؟ خب ببینید، یکی حرفای است که ما غیر مسئولانه و با آدرس های هر کسی که بخواییم برسانیم و یکی واقعیت های اینی جامعه است. واقعیت های اینی جامعه چیز دیگری است. ببینید شما، ما امروز اگر بگویم که در داخل افغانستان یا امارات یا طالبان مشکلات ندارند، با سخت مشکلات دست گریبان هستند. شما ببینید که امروز در داخل خود افغانستان سر صدای کسایی بلند میشه که در طول چند سال از در کنار از اینها یک جای با اینها صدا بلند کردند، با اینها همکاری کردند، دوستی و برادری داشتند. امروز شما میبینید که سالهای خود را تحویل میدن، تجهیزات خود را تحویل میدن و بیزاری خود و همکاری خود با اینا میگن که درست نبوده و ما اشتباه کردیم، ما دیگه با اینا نیستیم. شما شاید از این هستین تظاهراتی که در جلال آباد صورت گرفت و مردم با گلوله بسته شد. آیا این کار منطقی بود؟ که نبود. باید از زمان تفاهم، مذاکره، مفاهمه با اینا صورت میگیره. حرفشان شنیده میشد. نمیشه یعنی ما در تمام ابعاد زندگی با مردم از میل تفنگ صحبت بکنیم. چرا تا چو وقت تفنگ؟ تا چو وقت لا؟ نمیشه که ما می تفنگ بکنیم، بونو که قلم صحبت بکنیم، با زبان صحبت بکنیم. در بدخشان چرا مردم با گلوله بسته شد؟ ولی از خدا من طرفدار خشونت به خدا قسم نیستم. آقای صادقی، ادامه صحبت هایتان را می داشته باشیم. بله. آقای صادقی، ادامه صحبت هایتان را می داشته باشیم، اما پس از رفت و برگشت کوتاه. تشکر. حالا هم میان برنامه. ادامه یه نیمه روز و بحث را بیننده هستید. آقای صادقی، ادامه صحبت هایتان را می داشته باشیم و این که چگونه میشه به نتیجه برسد دو طرف و نقش کشورهای همسایه و منطقه چیز؟ خب، من میگم به خود جمله خود تکمیل بکنم. بله بخواهم. اولی که اگر منصوبین امارت اسلامی و طالبان میخواهند که هم از مشکلات داخلی و هم از مشکلات بیرونی بر همیشه کشور را نجات بدن، رای حل ای است که ما باید برای صدای ملت مظلوم بیچاره بشنویم و با خواستهای از اونها تمکین بکنیم و ببینیم که اونها چی میخواین از ما. اگر مطابق به شریعت قرآن محمدی بود و با همین اعلانات و کلتور ما بود، باید اون را باید بگیم. اگر نه که مطابق با اون نبود، اونها را باید قناعت بدیم. مثل از این در قسمت بین المللی هم ما ببینیم خواستهای دنیا را که از ما چی میخواین. ما پیشنهاد ما ای است که تا زمانی که منصوبین امارت اسلامی افغانستان با قلم صحبت نکنند و اگر میفهمند با قلبای مردم حکومت بکنند، ندای مردم را، صدای مردم را لبیک بگویند، اونا بشنوند، با حرف مردم تمکین بکنند و خواستهایشان را برآورده بکنند. همچنان دنیا هر توقع امیدی که از ما داره، پیشنهادی که از ما داره، در صورتی که در مغایرت با دین مقدس اسلام و منافع ملی کشور نباشد، با او تمکین بکنیم. در غیر از او بیاد داشته باشیم که ما روز به روز با مشکلات بیشتر مواجه میشیم، روز به روز با مشکلات ملی و بین المللی سرنوشت ما کشانیده میشه و این حلقه تنگتر شده میره و مردم ما، ملت ما، مردم ما از این بیشتر پریشان میشه. شما ببینید پاکستانی هایی که
و خدا قسم برات میخورم من از جمله مجاهدین هستم که وقتی که در طول اولای اشغال اتحاد جماهیر شوروی وقت و پاکستان رفتیم با خدا اینا از پنج تکه بالات بودن تفنگی را دست پلیسش نمیدیدیم. از برکت خون شهدای ما بود، از برکت قربانی ما بود که اینا امروز صاحب سلاح‌های بسیار مدرن پیشرفته شدن و امروز که اصلا اینمیا با تمام بی‌حیایی، با تمام بی‌ادبی خلاف قاعده و قانون بین المللی میخیزه تیارشون در خاک ما در بالای ملت مردم ما بمباری میکنن، راکت پرانی میکنن و با بی‌حیایی تمام ادعا عزیزی میکنن که از افغانستان بالای ما فرض مثال عملات صورت میگیره و یا تی تی پی میایه و یا ایمیه. هیچ من نمیفهم که دمی چشم از یا به نام شرم حیا چیزی هست یا نیست. خانه تروریسم، تنبیل کننده تروریسم آیا پاکستان بود و یا جای دیگه؟ با تنبیل کننده شام تو هستی، تجهیز شام تو کردی، در مقابل افغانستان 40 سال، 45 سال هم تو اونها را خیستاندی، افغانستان را به خاک خون کشاندی، آیا مدعی بیشتر از این نیست؟ این یک مشکل است، مشکل بزرگ است. اما آقای صادقی، میدانیم مشکلات شاید در روابط افغانستان با کشورهای همسایه و منطقهش از بابت موارد متفاوت و مختلف وجود داشته باشد. حالا برحالش افغانستان در یک مقطعی قرار گرفته که روابط دیپلماتیکش جدای از کشورهای همسایه با جهان هم به بنبست هست و در حاله از ابهام قرار دارد. چی باید شود؟ بایدها بارها صحبت میشه، نشستها برگزار میشه، اما چرا شنیده نمیشه؟ راه حل چرا به گونه اساسی و عملی دنبال شدنی نیست؟ ما به همین جمعی میدم، ببینین وقتی که پاکستان شکایت بکنه، وقتی که تاجیکستان شکایت بکنه، وقتی که ایران شکایت داشته باشه، وقتی که دنیا شکایت داشته باشه، پس حرف ترکس نمیشنود. منصوبین امارت اسلامی گوش خود باز بکنن، چشم خود باز بکنن، حالت ملت خود، مردم خود ببینن، صدای اونها را بشنون، با صدا از اونها لبیت بگویند در صورت یک اتازی خودخواهی های بیجا و به یقین براتان گفت 60% میشه، دیگر روز 90% میشه، دیگر روز 100% میشه. من براتان دوستانه میگم من حیث یک استاده که یک عالم خون دل خوردیم در این کشور، قربانی دادیم در این کشور، جهاد کردیم به خاطر رضای خدا، نه از دوزش هستیم، نه از خدابگرش هستیم، نه از کسایی هستیم که جنایت کردیم در این خواه. مردانوار میگم در کل افغانستان یک نفر پیدا شد مخالفت با ما داشته باشه. ما من حیث یک برادرت، من حیث یک عالم دین برات پیشنهاد میکنم که با تمام خواستهای ملت مردم و دنیا هر آن چیزی که در مغایرت با دین مقدس اسلام نباشه، با شریعت قرآن محمدی نباشه، اینها تمکین نکنند و 4 تا مشاوره که فقط میخواهند که افغانستان با یک بار دیگر ببرن به طرف بدبختی، ببرن به طرف خانه جنگی، ببرن به طرف یک عرج و مرج دیگه، اونها را عرفش نشنوند. به خاطر خدا، به خاطر نجات خودشان، به خاطر نجات افغانستان، به خاطر نجات مردم افغانستان، منافع ملی کشور خود از مد نظر بگیرند، هم در داخل افغانستان هم خارج افغانستان با دینا مدارا بکنند. ممنونتان. آقای شیرانی، قرار است نشست آینده دوحه یا نشست سوم دوحه در پیوند به افغانستان برگزار شود. نشست اول و دوم را دیدیم که چی طرحهای پیشنهاد شد و چگونه در افغانستان هم عملی شد یا نشد. حالا چقدر خوشبین هستین که نشست سوم بتونه کارساز باشد و برایند عملی در افغانستان داشته باشه؟ گوره در دوهی لومړی غونډه او دوهمه غونډه او راتلونکې درېیمه غونډه چې ترسره کېږي، باید له تېرو غونډو نه دواړه جانبونه، دواړه یعنې د افغانستان اسلامي امارت او هم نړیوال د دې څخه هغه منفي ټکي چې په هغه تېر نشست کې له په غونډو کې وشول هغې ته له هغې نه عبرت واخلي. یعنې داسې د غونډو جوړول یو سمبولیک شکل باید نه وي، یو عملي جنبه ور واغوندي او هغه ستونزې او مشکلات چې د نړۍ او د اسلامي امارت تر منځ باید په هغه مکانیزم باندې کار وشي تر څو وکولی شي چې نړۍ له اسلامي امارت سره تعامل وکړي. او اسلامي اما فکر نمیکنین میکانیزم دیگر ساخته شده، پرداخته شده و قرار است کارهای عملی
تفتیش آغاز شود. سنرل اغلو شما می دانین که ماموریت داشت تا در پیوند به افغانستان گزارش های که ارائه می شود سوی گزارشگران سازمان های معتبر جهانی او را جمع بکنه و بر اساس واقعیت های عینی افغانستان راهکار پیشنهاد بکنه. راهکار هم پیشنهاد شد و سوی امارت اسلامی هم مورد استقبال قرار گرفت. حالا چیگونه میشه که عملی شود؟ وقت در متن قرار داره این راهکار استقبال میشه، اما در عمل چیگونه پیاده شود؟ گوری دغه دوغلو څه کم څرګندونې چې وي د ملګرو ملتونو د استازي او د افغانستان اسلامي امارت خوشبیني چې وه دغې مجلسونو ته دا یو مثبت کار و خو اوس راځی اوس هغه تیرې غونډې خون بې نتیجې پای ته ورسېدې، نتیجه یې ترلاسه نه شوه. دواړو طرفونو ته پکار دي چې له ګذشت څخه کار واخلي، په ډیالوګ باندې کار وکړي، په تفاهم باندې کار وکړي، تر څو وکولی شي چې دغه درېیمه غونډه یا د دوهې راتلونکې غونډه کامیابه سي، هم نړیوال د دې څخه یو ملموسه نتیجه ترلاسه کړي او هم اسلامي امارت له دې څخه ملموسه نتیجه ترلاسه کړي. نو په دې حالت کې کولی شي دواړه طرفونه کولی شي له ګذشت څخه کار واخلي. گذشت هغه گذشت چې هغه په اسلامي منافعو باندې، په ملي منافعو باندې سودا ونه شي، نو که نور گذشتونه وشي هغه هیڅ پروا نه لري. د نړۍ سره ټوله نړۍ زموږ هم د افغانستان هیواد هم د نړۍ د یو کلي حیثیت لري، د یو کور حیثیت لري. نو باید په همدې طریقه سره دوی وکولی شي تر څو د نړۍ سره یو ځای شي او هغه بیلوالی یا هغه جوداوالی چې اوس پیلا افغانستان یا د اسلامي امارت حکومت یا اسلام او د افغانستان خاوره له نړۍ څخه جدا ده، له هغې څخه نړیوال یا نه اسلامي نړۍ نه نوره نړۍ له هغې څخه سیاسي ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. نو باید دوی ته د پای ټکی کښېښول شي، دواړه جانبونه په دې باندې قناعت وکړي، آن نړۍ آن هم اسلامي امارت، تر څو وکولی شي چې نړۍ ته هم دا ثابته شي، اسلامي امارت هم دا ثابته شي چې بغیر له ډیالوګ نه، بغیر له تفاهم نه، بغیر له ګذشت نه بله رای حل نشته دی. نو که څوک پر دواړه جانبونه په هغه خپلو دریځونو باندې محکم ودرېږي او ګذشت ونه کړي، نو همدغه غونډه به هم بېنتیجې وي. نو زما خوشبیني دا ده چې انشاءالله په دې غونډه کې به څه ناڅه دواړه جانبونه، هم نړۍ او هم اسلامي امارت، تر یو حده پورې چې هغه نه د نړۍ هغه اصولو ته په زیان کړي او نه د اسلامي امارت اصولو ته په زیان کړي، څه ګذشت وکړي تر څو دا غونډه کامیاب شي. آقای شیرانی، اگر بحث را جمع بکنیم، خواست ها باز هم میخوایم تکرار بکنم، مشخص است از سوی جامعه جهانی، سازمان ملل، کشورهای منطقه و فرامنطقه، امارت اسلامی اگر نماینده یا هیئتش در نشست سوم دوحه حضور پیدا بکنه برای تفاهم، با کدام دستاوردها در این نشست حضور پیدا خواهد کرد؟ در صورتی که میدانیم بحث بانوان، تامین حقوق بشر مخصوصا بانوان، حکومت فراگیر ملی از جمله پیش شرط های کشورهای جهان و از دو مورد مشخص یاد شده در پیشنهاد اغلو هم بوده. ګورئ دغه د زمونږ بعضې داخلي مسایل دي، اوس لکه زمونږ د خویندو دپاره د مکتبونو د پوهنتونونو خلاصول، همداسې زمونږ د خویندو دپاره د کار زمینه برابرول، همداسې یو پراخګیره حکومت جوړول. که څه هم چې اسلامي امارت په بار بار دا خبره تکرار کړی ده او په دې باندې بحث کړی دی چې دا زمونږ داخلي مسایل دي، او په داخلي دوهې په غونډه کې مونږ له نړیوالو سره، خصوصا له امریکایانو سره چې کله تفاهم ته ورسېدو، یو د مهمو خبرو څخه همدغه وه چې نړۍ یا خصوصا امریکې ته به دا اجازه نه وي او نه به د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او نه به هغه څرګندونې کوي، نه به هغه خلک بیرته په افغانستان باندې له په افغانستان په یو نظام باندې تپي چې هغه د دوی د خوښې خلک وي، د دوی موري وي، د دوی استاز وي. نو ښه خبر دا ده چې دا په دا درې کلو کې وپتیله شوه چې نه نړۍ هغه زور د افشنونو څخه کار چې واخیست هغه نتیجه ورکړه، او نه هم اسلامي امارت چې په خپل سخت دریځ باندې ولاړ دی. له هغې نو دواړو طرفونو ته پکار دی تر څو ګذشت وکړي، او دغه سې لاسته راوړنه به د اسلامي امارت دپاره دغه وي چې نړۍ ته دا قینت ورکړي چې د استازي ټاکل اول ضرور نه دي، که بیا وهم وي د افغانستان د اسلامي امارت په منځګړیتوب وشي. نو دا د افغانستان د اسلامي امارت په لاسته راوړنه وي چې نړۍ ته د دې قینت ورکړي چې تر څو د افغانستان د اسلامي امارت سره تفاهم وکړي، بغیر له درېمګړي استازي مستقیما د اسلامي امارت سره تفاهم ته لاړ شي، د تفاهم لاره غوره کړي تر څو نړۍ او اسلامي امارت په دې باندې پوه شي چې دغه رای حل همدغه لاره ده چې بغیر د ګذشت نه بله لاره نشته، هغه هم په اصولو باندې، نه په هغه مسایلو چې هغه خدای نخواسته یا د اسلامي اصولو څخه خلاف وي، د ملي منافعو خلاف وي.
ممنونتان. آقای صادقی، اگر بحث را جمع بکنیم، طرف ها تأکیدشان برای است که در میز مذاکره بنشینند، به توافق برسند که در اون منافع ملی افغانستان و آرامش مردم افغانستان تامین شده باشه. اما وقت موارد مهمی که جهان امواره با عنوان پیش شرط مطرح کرده که این موارد باید حل شود، ما تعامل میکنیم، امارت اسلامی اون موارد را داخلی میدانه و حق دخالت کشورهای بیرونی را نمیته. چقدر متصور است که این نشست ها بتانه کارساز باشه و نتیجه به تواقع؟ شیرونی سبیت آدم خوبی است و ادمام دوستم است، برادرم است، بعضی واقعیت ها را باید بپذیریم. بطور مثال من خدمت شما عرض میکنم، روز گذشته در قندهار خانمی که باردار می باشه همراه خوشوی خود میره به شفاخانه بدون در نظر داشت از اینکه مریض هم همراهش است و یک پیرزن هم همراهش است، با قمچین و رلت کوب میکنن و وسط ملی و بین المللی صدا بلند میشه. اگر این دروغ است، این تهمت است، بهتان است، چرا امارت اسلامی موقف نمیگیره در برابر دنیا؟ حاضر نمیشن و ایره رد نمیکنن. اگر این واقعیت است، چرا ایره جلوگیری نمیکنن؟ این مرز حضور نمیشه که تنها ایره ما داخلی خطاب بکنن. آقای صادقی، امین مسئله را که حالا شما دارین مطرح میکنین، من به کجا است؟ آیا من به معتبر دارین که مطرح میکنین؟ میدانین که امارت اسلامی بارها مطرح کردن که افراد و علاقات دارن برای نامبد کردن امارت اسلامی تلاش میورزن و دست به یک سر اقدامات میزنن که وضعیت را در افغانستان ناامن جلوه بتن بر جهانیان. ببین، من میگم که اگر این واقعیت نداره، اینا باید موقف بگیرن و در این مورد باید وضاحت میدادن که ندادن و دنیا این اعلان کرد. از این گذشته بسته بودن در به مکاتب خود نمیشه. حال ما ایران بگویم که سند و اسناد کجاست و کی را میگن، پنتون ها و دانشگاه ها که بسته است، ما از کجا شاید دیگه بیاریم که بگویم که بسته است بسته نیست. خانم هایی که در طول 3 سال است که دفاتر دیوان برکنار شدن، از رسانه ها کنار زده شدن، ایران باز ما سند بیاییم پیش بکنیم. ای که امروز نظامی های خودشان تفنگ خدا باز زمین میمانن و بیزاری نشان میتنن، برای ایران باز ما سند بیاریم ویدوها، کلیپ ها، صده های خودشان، اینا هم راه حل چی است آقای صادقی؟ وقت نارضایتی به دیدگاه شما وجود دارد و نیاز برای سند و مدرک هم نیست، چگونه میشه که گذار صورت بگیره، مردم به آرامش برسه و راه حل هایی که در تضاد با شرعیت و دین اسلام هم نیست پیاده شود؟ ببینید، تا زمانی که ما با چیزی که واقعیت های عینی جامعه است تمکین نکنیم، صدای مردم را نشنویم. ما بارها گفتیم یک طرف قضیه مهم امروز امارت اسلامی افغانستان است. کس قبول بکنه یا نکنه، اراضی در اختیارش است، حکومت در اختیارش است، امروز در افغانستان حضور دارد، یک طرف قوی است، هیچ کسی را نادیده گرفته میداند، کارهای خوبی هم زیاد کردن که واقعا چشمگیر است، قابل قدر است، قابل تقدیر است. من خودم از اونها تقدیر میکنم، ولی اشتباهات خودم دارم. من من حیث برادرشان پیشنهاد میکنم که اشتباهات خود را جبران میکنم. بگذار که اولادهایتان برن به طرف مکاتب. تا زمانی که ما اگر یک روز شما ببینید، آدراگندی یک آدمی بود که نه مسلمان بود نه به انسان به اسلام معتقد بود و نه قبول داشت، او وقتی که مریض میشه پیشنهاد میکنه که من اگر مردم یک روز بخصوصی صورت نگیره، به خاطر که در به مکاتب بسته میشه. ولی ما که دعوای اسلام هم میکنیم، دعوای شریعت هم میکنیم و امروز در قدرت شستیم و 3 سال از در به مکاتب بسته، میتونه اینو جبران بکنن؟ فقط در اخیر فقط خدمت شما امیر عرض میکنم که تا زمانی که ما تمکین نکنیم، هم در قبال مردم خود هم در قبال دنیا، مشکلات ما یکی را بر 10 اضافه میشه. این سرزی انتقاد نگی که یک نماینده و نماینده را چه کار داری؟ هر کس که باشه مورد تایید تاس یا نیست، برو شرکت بکن، حرف دلت بزن، حرف از اونها را بشنو، برای حل پیدا کن. سپاسگزارتان. مهمانان گرامی آقایان محمد صابر صادقی آگاه سیاسی و عبدالجمیل شیرانی همچنان آگاه سیاسی، از حضورتان در برنامه و این که فرصت گذاشتین.